سلام بچه ها، روز بسیار خوب داشته باشید. توی این پست و توی این فیلم قراره که تحلیل های سه‌بعدی رو در نرم افزار RGS به شما آموزش بدیم. البته از ورژن 10 تا 12 هیچ فرق نمیکنه و شما میتونید تمام تحلیل های سه‌بعدیتون انجام بدید. خب با هم بریم یه تحلیل سه‌بعدی داشته باشیم که شما هم یاد بگیرید. البته نوشتار توی وبسایت هم بخونید که بتونید از واسه متنی بهتر یاد بگیرید. وارد استارت میشیم، وارد نرم افزار RGS میشیم، بعد از اون بر روی آرک مپ کلیک میکنیم. من بر روی آرک مپ کلیک میکنم. بعد از اینکه بر روی آرک مپ کلیک کردیم، نرم افزار آرک مپ مربوط به شرکت ازری ورژن 12 گفتیم که 12.8 هیچ فرق نمیکنه، همش مثل همه. پس نرم افزار اینکه داریم بازی میکنیم آرک مپ. پس منتظر میمونیم که این نرم افزار باز بشه و وارد محیط نرم افزار آرک مپ یکی از نرم افزارهای RGS بشیم. خب یادتون باشه تمرین اساس کار خلاقانه است. زیاد تمرین کنید که تو نرم افزار تبحر زیادی پیدا کنید. با تمرین انسان میتونه به همه جا برسه. این روزا دیگه صحبت از خلاقیت و ذهن باهوش نیست، تمرین جایی ذهن باهوش و خلاقیت رو گرفته. پنجره باز میشه، من پنجره رو میبندم. خب برای تحلیل سه‌بعدی من میبندم. خب بالا راست کلیک میکنیم، اینجا افزونه یا الحاقه تیز آنالیست رو میاریم، کلیک میکنیم، به محیط نرم افزار اضافه میشه. در واقع افزونیه که ما میتونیم تحلیل های سه‌بعدی رو که بسیار بسیار جالب و شگفت انگیز انجام بدیم. من اینو یه جای قرار میدم، بعد وارد کاستومایز میشم توی منو اصلی، قسمت اکستنشن رو باز میکنم. بعد اینجا قسمت اکستنشن ها شاید توی RGS شما این چک باکسش نخورده باشه، اگه احیانا نخوردین رو بذارید، چون ببین الان من برمیدارم ببینید چی میشه، تمام ابزارهای این غیر فعال میشه. یعنی در واقع من اینجا یه تیر آنالیست بچه ها اضافه کردم، خب چیه، همش غیر فعاله، باید این رو فعال کنیم. برای اینکه فعال بشه وارد اکستنشن میشیم و چک باکس تیر آنالیست رو میزنیم و همین راحتی و اینو میبندم. الان ببینید این فعال شد، من یه گوشه قرار میدم. بعد که یه گوشه قرار دادم، خب نرم افزار آرک مپ یه نرم افزار دو بعدیه، ما نمیتونیم سه بعدی رو ایجاد کنیم. ببینید من این داده بچه ها اضافه میکنم، ادیت میکنم، من لایه توپوگرافی خودم رو اضافه میکنم و قراره یک سه‌بعدی از این بسازم. خب توی آرک مپ نمیشه، چون توی آرک مپ اصلا ساخته نشده که سه‌بعدی رو انجام بدیم، برای وکتورهای دو بعدیه. خب برای چنین کاری در تین اکتیویتی آنالیست روی این گزینه کلیک میکنم آرک سین، وارد نرم افزار آرک سین میشم. البته همون ابتداش هم شما میتونستید در استارت کلیک کنید و بعد وارد آرک هم مستقیما میتونید بچا اولش وارد محیط آکسین رو بکنید و شما میتونید آکسین رو باز کنید که حالا ما توی آرک مپ وارد میشیم و این کلید میامور آکسین رو میزنیم. روی آکسین کلیک میکنم، خب منتظر میمونم که نرم افزار سه‌بعدی RGS باز بشه. این هم متعلق به شرکت ازری، از زیر مجموعه های همون نرم افزار RGS. بعد توی این محیط میتونیم تحلیل سه‌بعدی انجام بدیم و از تحلیل سه‌بعدی به جهان واقعی برسیم، ریل ورلد، و بتونیم بهتر روی منطقه خودمون پیمایش کنیم، پرواز کنیم و از بالا منطقه‌مون رو ببینیم. من این نوار شناور رو می‌بندم، پنجره شناور. دوباره محیطی مثل آرک مپ داره، یه سری فایل داره، اسم نرم افزار آرک سین، آن تایتل هم پروژه ذخیره نکردیم. دوباره مثل آرک مپ اد دیتا داره، آرتول باکس داره، سرچ داره، محیط پایتون داره، مدل بیلدر داره، زوم داره، زوم اوت داره، فول اکستند داره، پن داره. خیلی شبیه به آرک مپ، خیلی تفاوتی نمیکنه، فقط تفاوت اینه که اینجا برای سه‌بعدی کردن عوارضه. خب برای اینکه عوارض رو سه‌بعدی کنیم، من اد دیتا میکنم و یادتون باشه وقتی صحبت از سه‌بعدی میشه حتما باید ارتفاع دائم مقابل مقادیر عددی ارتفاع باشه. من اینو کلیک میکنم. بعد از اینکه اینو کلیک کردم، من یک لایه توپو دارم، توپوگرافی از منطقه واشنگتن در آمریکا، اونو اد میکنم، وارد نرم افزار میشه. الان من یک لایه توپوگرافی دارم، ولی همینجوری که این لایه دو بعدیه و چون این لایه دو بعدیه، خب کار منو مشکل میکنه و من قراره این لایه رو سه بعدی کنم که ببینم منطقه چجوریه و کلا به صورت واقعی تر ببینم. برای چنین کاری ابتدا من اینو باید تبدیل به تین کنم یا شبکه نامنظم مثلثی توی وبسایت و توی فیلم‌های دیگه بگردید و من مطالب زیادی در مورد تین نوشتم و در مورد تین یاد بگیرید. وارد آرتول باکس میشم، آرتول باکس رو کلیک میکنم. بعد از اینکه آرتول باکس رو کلیک کردم، منتظر میمونم که آرتول باز بشه. همینجور که توی فیلم قبلی دیدیم، آرتول باکس تمام توابع کاربردیه که ما باهاش روی لایه ها انجام میدیم. من اینجا وارد تیر آنالیست میشم، چون میخوام چیکار کنیم، میخوام تحلیل سه‌بعدی رو انجام بدیم. پس وارد این آرتول باکس میشیم، دبل کلیک میکنیم،
قسمتی داریم به نام دیتا منیجمنت، توی این دبل کلیک میکنم و بعد به قسمت تیم میرم. دبل کلیک میکنم و کری تیم یا ایجاد تیم برای خلق تیم کلیک میکنم که من بتونم یه تیم ایجاد کنم. خب پس من صبر میکنم باز بشه، پنجره با نام تیم باز میشه. خب یه را دیگه هم بود دیگه، اصلا آرتول باکس دوست داشتی باز کنی، برای سرچ کلیک کن و اینجا عبارت تین رو سرچ کن که بتونیم این کارا رو انجام بدیم. من تین رو نوشتم و اوکی کردم. ببین دستورات مختلف با تین میاد، من میتونم همه اینا رو چیکار کنم، دنبال کنم و برسم به چی؟ برسم به کریتین. دوباره هیچ فرقی نمیکنه، من دوباره وارد پنجره تین شدم. همینجا میتونی بدونی تو کدام تول باکس این کریتین، اگه این گزینه پایین رو بزنی بهت میگه که تو آرت تول باکس باید وارد تیم آنالیست بشی، وارد تیم بشی و برای کریتین کلیک کنی. اینم راه دوم که شما میتونی به این دستی بده کنید. خب اینجا محل ذخیره رو نوشته، میتونید خودتون ذخیره رو بدید، هر جا دوست داشتید ذخیره کنید. حالا من میخوام همینجوری مسیر پیش‌فرضش باشه. این قسمت سیستم مختصات منطقه رو معرفی میکنی. همونجور که میدونید قبلا تو فیلم قبلی گفتیم که سیستم های اطلاع جغرافی حتما با ایکس و وای داشته باشه، سیستم کوردینت سیستم، سیستم مختصات حالا یا متریک یا جغرافی و بقیه دیگر سیستم هایی که کشور مختلف استفاده میکنن باید حتما اینجا معرفی بشه. چون لایه واشنگتن من اینجا وارد میشم، چون ایالت من پنسیلوانیا است. خب من میام اینجا پنسیلوانیا رو سرچ میکنم. بعد که پنسیلوانیا رو سرچ کردم، خب یه بار دیگه من برم پنسیلوانیا سرچ کنم، وارد پروجکتت میشم، وارد استیت پلن میشم، وارد ند 83 میشم، وارد 83 میشم، اینجا پنسیلوانیا رو پیدا میکنم و اوکی میکنم. بعد که اوکی کردم اینجا دیتا رو اضافه میکنم، دیتای من توپو از یا درگ میکنم میکشم اینجا، یا میام اینجا اینو باز میکنم روی این میزنم، یا اینجا وارد میشم به درایو مربوطه میرم و توپر اضافه کنم. فرق نمیکنه، هر دستور من 3-4 بار بهتون میگم 3-4 مسیر که شما بتونید انتخاب های بهتری داشته باشید و بتونید لذت ببرید. برای اوکی کلیک میکنم، منتظر میمونم که لایه توپوگرافی من تبدیل به تین بشه که ماهیت سه‌بعدی بگیره در مورد شبکه های نامنظم مثلثی که حالا بحثش مفصل از لحاظ اثبات و اینکه چه اتفاقاتی میفته. میتونید مطالب بیشتر تو فیلم های من ببینید و در وبسایت gsland.org دنبال کنید. پس منتظر میمونیم که این محیط آکسین اینو به من بده، یک محیط سه‌بعدی. خب چقدر جالب، یک لایه سه‌بعدی ایجاد شد از تینی که من داشتم. خب هنوز پردازش تموم نشده، یک کمی صبر میکنیم. خب چون تلهای سه‌بعدی فایل های سنگینی هستن و بسته به اینکه نرم افزار شما چی باشه و سیستم شما چی باشه طول میکشه که زود سه‌بعدی بشه یا دیر. خب الان سه‌بعدی شد ولی خب نمای زیبایی نداره. من میخوام ظاهر این تین رو درست کنم. برای اینکه ظاهر تین رو درست کنم، روی تین لایه تینی که ساخته شده راست کلیک میکنم، بچه‌ها به قسمت پراپرتی میرم. بعد به قسمت پراپرتی که رفتم، اینجا تو قسمت سیمبولوژی بعد یه تب سیمبولوژی کلیک میکنم. یادتون باشه که اولش روی تب جنراله، شما باید تب نمادشناسی برید، سیمبولوژی برید، فیلم های سیمبولوژی هم نگاه کنید. بچه‌ها یادتون نره من در مورد سیمبولوژی خیلی تو سایت نمیشتم و توی پکیج من خیلی صحبت شده در مورد سیمبولوژی های مقدماتی تا پیشرفته. خب من این دوتا رو برمیدارم، این چک باکس رو، یعنی در واقع در قسمت شو من ایج تایپ و الیویشن رو برمیدارم، خودم روی اد کلیک میکنم و بر روی فیس، یعنی در واقع ما میتونیم یه ظاهر زیبایی از تیم درست کنیم، روی فیس میذاریم و بر روی فیس سیمبل میذاریم، اوکی میکنیم. بعد اینو من میبندم، یه فیس اینجا ایجاد شده. و بعد ایجاد شد اینجا میتونم یه رنگ بدم، چون منطقه من بیابانیه، یه رنگی شبیه بیابان کلیک میکنم و میتونم تونالیته رنگی اونم تغییر بدم، اوکی میکنم. بعد در نهایت برای اوکی کلیک میکنم. بعد چشماتون ببندید، بعد چشماتون باز کنید، یه چیز قشنگتر میبینید. پس داره انجام میشه. آها چقدر جالب، چه منطقه من یه کوستی اینجا برآمدگی داره، اینجا تپه‌ها هست، یه تپه‌ای اینجا یه منطقه همواری هست. پس اینجا به راحتی ما اومدیم از یک وکتور که توپوگرافی بود به یک جسم سه‌بعدی رسیدیم، تله سه‌بعدی که الان این فیلم رو دنبال کنید، پست رو دنبال کنید، پکیج ما رو دنبال کنید، بیشتر در مورد تله سه‌بعدی میگیم. یادتون باشه با ما میتونید در ارتباط باشید با شماره 0938 2225 2774.